امشب در 24 خبر فوری، مقامات غزه میگن 500 نفر در انفجار مهیب یک بیمارستان کشته شدند. صدها هزار نفر از ساکنان شمال غزه از ترس درگیری‌ها به جنوب رسیدند. مشاور امنیت ملی اسرائیل میگه اگر جنگ بالا بگیره آمریکا هم دخالت میکنه. تشدید فشار کنگره آمریکا به دولت بایدن برای تغییر مواضعش در قبال ایران. مارشال بلکبرن گفته نباید حتی یک دلار به ایران یا فلسطین داده بشه. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشته شده؟ خامنه ای از کشتار شهرک نشین ها در اسرائیل ابراز تأسف نکرده و گفته حتی اگر غیر نظامی هم بودن، کشته های غیر نظامی فلسطینی ها بیشتره. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرحزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از اورشلیم برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. مقامات غزه میگن در حمله به بیمارستان الاهلی عربی در این منطقه دست کم 500 نفر کشته شدن. هنوز منابع مستقل این خبر رو تایید نکردن. کانال 14 اسرائیل گفته موشک خود حماس به بیمارستان خورده. ارتش اسرائیل گفته در حال تحقیق در این باره است. اینجا در اورشلیم همکارم اشکان صفایی به ما پیوسته. خبر بسیار مهمی است، اگه جزئیاتش در بیاد چه میدونید در موردش؟ خب گزارش‌ها زد و نقیض هست از هر دو طرف. در واقع از طرف فلسطینی خب مشخص است، وزارت بهداشت حماس گفته که در حمله اسرائیل به این بیمارستان 500 نفر تقریبا کشته شدن. اول گفتن 200 نفر، بعد 300 نفر، البته همون زمان هم گفتن که صدها نفر زیر آوار موندن و طبیعتا گفتن که کار اسرائیل هم بوده. در طرف اسرائیلی اول ارتش گفت که موضوع رو بررسی میکنه. سخنگوی ارتش همین نیم ساعت پیش که صحبت کرد گفت که ما هنوز نمیتونیم مطمئن باشیم که کار ارتش بوده یا نه. گفت که در غزه موشک‌های زیادی به هوا میرن، چه حالا در واقع بمباران‌های اسرائیل چه موشک‌های خود حماس. و نکته دیگری هم که البته بهش اشاره کردند، هم در واقع هم سخنگوی ارتش اسرائیل و هم کانال 12 تلویزیون اسرائیل، رسانه‌های اسرائیل به طور کلی، این بود که حتی ممکن هست که در واقع یک انبار مهمات در زیر این بیمارستان بوده که منفجر شده، حالا یا خود به خود یا با یک راکت حماس که به اونجا خورده. الان ارتش اسرائیل همین چند ثانیه پیش در واقع در بیانیه اولیه که داده گفته تحقیق اولیه نشون میده که یک راکت حماس به احتمال زیاد به این بیمارستان برخورد کرده. دو رسانه اسرائیل کانال 14 رو گفتی که البته باید در مورد کانال 14 توضیح داد که یک کانال شبکه تلویزیونی به شدت راستگراست، اما به جز اون کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم کارشناس نظامی اون هم این احتمال رو بالاتر دونست که این در واقع حمله نظامی اسرائیل نبوده و یک راکت بوده. باید حالا منتظر موند، احتمالاً در طول 24 ساعت آینده ما دقیقاً متوجه خواهیم شد که چه بوده. اگر حمله نظامی اسرائیل، اگر حمله هوایی اسرائیل بوده باشه، خب مشخصات نظامیش، مشخصات نحوه برخورد موشک و همه اینها با یک راکت فرق کنه. البته باید گفت اگر راکت به تنهایی به بیمارستان خورده باشه، احتمال اینکه بتونه 500 نفر کشته به جا بذاره بسیار پایین هست، هرچند که از اون طرف 500 نفر کشته هم فعلا فقط آماری است که وزارت بهداشت حماس داده. اگر تحقیقات به نتیجه برسه و مشخص بشه که چه کسی پشت این حمله بوده، هر طرفی که باشه رسوایی بزرگی خواهد بود به شدت. اگر که حماس پشت این حمله بوده باشه و بشه ثابت بشه که حماس پشت این حمله بوده، که میگم کار سختی هم نیست، یعنی پهپادهای اسرائیلی مدام در اونجا در حال گردش هستن، عکاسی و فیلم برداری میکنن و اگر کار حماس بوده باشه فیلمش احتمالاً منتشر خواهد شد. قبلا اسرائیل این کار رو کرده. خشم بسیار شدیدی در میان خود فلسطینی ها هم به نظر میاد به وجود بیاره. همین الان محمود عباس 3 روز عزای عمومی اعلام کرده، اما اگر کار اسرائیل بوده باشه از اون طرف خشم هم فلسطینی ها هم جامعه بین الملل به ویژه کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای اروپایی همچنین
به سمت اسرائیل احتمالاً برگردانده خواهد شد. فردا قرار است رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل بیاد. این میتونه حتی تأثیر بذاره در ادامه عملیات اسرائیل، اگر که واقعاً 500 کشته غیر نظامی در یک بیمارستان در اثر حمله نظامی اسرائیل در واقع به جا گذاشته باشه. حمله نظامی اسرائیل چنین کشته های غیر نظامی رو در یک بیمارستان، حتی ممکن است احتمال حمله نظامی اسرائیل، حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه منتفی بشه. ممنونم از اشکان صفایی همکارم اینجا در اورشلیم با ما. همزمان با انتشار گزارش‌های تازه از تحرکات نیروهای حزب الله در مرز اسرائیل، ارتش این کشور میگه به بعضی از مواضع این گروه در لبنان حمله کرده. 2000 نیروی آمریکایی در منطقه هم به حالت آماده باش در آمدند. در همین حال مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته در صورت حمله حزب الله و بالا گرفتن درگیری‌ها آمریکا هم وارد جنگ میشه. اجازه بدید تصاویری زنده ببینیم از بیمارستانی در خان یونس. البته این بیمارستان متفاوت است با بیمارستان الاهلی عربی یا بیمارستان ملی عربی در غزه، که همطور که همین لحظات پیش در گفتگو با همکارم هم اشاره شد، مقامات محلی غزه مدعی هستند که 500 نفر کشته شده. در مورد اینکه چه کسی پشت حمله به این بیمارستان بود هنوز سوال‌های زیادی مطرح است. طبیعتاً نیروهای حماس در غزه مدعی هستند که اسرائیل پشتش بوده، اما کانال 14 و کانال 12 اسرائیل و همینطور گزارش‌های اولیه ارتش میگن که به نظر میاد که خود حماس این حمله انجام داده. طبیعی است که دو طرف یکدیگر رو متهم می‌کنن. هنوز تحقیقات مستقل نتیجه‌اش مشخص نیست، ولی گمان می‌کنم احتمالاً در روزهای پیش رو تصویر روشن‌تری در این باره به دست خواهیم آورد. اجازه بدید بریم سراغ همکارم بابک اساقی در تل آویو با تازه‌ترین‌ها از جنگ حماس و اسرائیل. بابک، پیش از این باید بگم که کانال 11 اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرد که دلیل وارد نشدن نیروی زمینی ارتش اسرائیل به خاک غزه سفر جو بایدن به اسرائیل هستش و تا وقتی که جو بایدن در اسرائیل هستش این عمل انجام نخواهد شد و به گونه ای این فرصت را به جو بایدن خواهند داد تا صحبت‌ها و گفتگوهای خودش را با مقامات اسرائیلی به پایان برسونه. جو بایدن خواهان یک کوریدور بشردوستانه برای نوار غزه هستش که به اونها مواد غذایی، سوخت و دارو را برسونه. در رابطه با بمباران آنچه که در بیمارستان ساعتی پیش اتفاق افتاد، باید این را بگویم فرداد که گیم چنج اتفاق نخواهد افتاد. یعنی اینکه در سابقه داره که در یکی از جنگ‌های اسرائیل من به خوبی به یاد دارم که پس از اینکه توپخانه ارتش اسرائیل یک محل اقامت پناهندگان را بمباران کرد، به گفته خود ارتش اسرائیل اشتباهاً، و در اونجا 100 نفر از شهروندان کشته شدند، ایالات متحده و اروپا بر اسرائیل فشار آوردند و جنگ در آن موقع به خاطر همین موضوع پایان یافت و آتش بس اعلام شد. اما در اینجا و پس از کشتاری که در جنوب اسرائیل روز شنبه اتفاق افتاد، به نظر نمیاد که هیچ گونه عملیاتی چه اسرائیل و چه اسرائیل نباشه در این رابطه بتونه جلوی ورود سربازان اسرائیلی را به داخل غزه بگیره. در کنار اون خبرهایی هم میرسه در رابطه با اینکه برخی از مقامات حماس درخواست کردن که با آزادسازی گروگان‌ها اسرائیل حملات هوایی خودش به غزه را متوقف بکنه. فرداد امروز اعلام شد که یکی از فرماندهان لشکر قسام که از فرماندهان عالی رتبه حماس هست در حملات اسرائیل کشته شده، و پس از اون باز اعلام شد که خانه اسماعیل هانیه رهبر حماس هم مورد حمله قرار گرفته، در حالی که در داخل خانه خواهرزاده های هانیه، پسر و برادرش هم در اونجا بودن، حزام هانیه، و هنوز معلوم نیست که چه بر سر اونها اومده. برخی گزارش حاکی از این بود که اونها هم کشته شدن. باید بدونیم که این مقدار بمبارانی که ارتش اسرائیل در زمانی بسیار کوتاه بر غزه کرده بدون شک نتیجه هایی هم داشته، و فشار مردمان بر
سازمان حماس را بسیار افزایش داده. در کنار اون خبرهایی هم در رابطه با لبنان رسیده و هرتزل لوی فرمانده ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد و هشدار داد که اگر حزب الله لبنان اشتباه بکنه و بخواد وارد جنگ بشه، من برای او سه واژه دارم و اون نابودی، نابودی، نابودی هست. او هشدار داد به حزب الله لبنان، زیرا امروز بسیار درگیری ها فرداد در شمال اسرائیل شدت گرفته بود، حتی تا جایی که بجز حملات موشکی ضد تانک به مواضع اسرائیل از داخل لبنان به سوی شهر متول، یکی از شهرهای بسیار نزدیک در مرز با لبنان، به صورت مسلسل شلیک شد به این شهر و اونهایی که در شهر هنوز هستن، ارتش از اونها خواست که در فاصله پایین‌تر از پنجره ها از خودشون حفاظت بکنن. یکی از مسائل دیگه هم که باید عنوان کنم، گفته یکی از مقامات اسرائیلی هستش که گفته که نابود کردن سازمان حماس موضوع یک هفته دو هفته نیست و این امکان داره که به ماها وقت نیاز داشته باشه و این نشانه این هستش که اسرائیل وارد یک جنگی بلند مدت میشه. فرداد باب، ممنونم از تو بابک اساقی، خبرنگار ما در تل آویو. در ایالات متحده آمریکا بعد از حمله حماس به اسرائیل، فشارها از سوی قانونگذاران دموکرات بر رئیس جمهوری این کشور برای تغییر موضعش در برخورد با ایران بیشتر شده. دوشنبه شب گروهی از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب در نامه‌ای به جو بایدن خواستند تا تهران رو در مقابل حمایت احتمالی مستقیمش از حماس در حمله اخیر پاسخگو کنه. این نامه توسط 113 عضو کنگره از جمله 63 دموکرات امضا شده. ساعتی پیش هم 9 سناتور جمهوری‌خواه از جمله مارشا بلک در یک کنفرانس مطبوعاتی پیشنهادشون رو برای مقابله با جمهوری اسلامی مطرح کردن. هفته اکتبر اسرائیل شاهد بزرگترین قتل عام یهودیان از زمان هولوکاست بود. الان وقت سکوت نیست و برخلاف اون چه تعدادی از دموکرات‌ها تصور می‌کنن، وقت اون نیست که اسرائیل عقب نشینی کنه. دقیقاً به همین دلیل من و همکارانم هفته گذشته به نمایندگی از 19 نماینده دیگر از بایدن خواستیم که 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران رو فریز کنه. می‌دونیم که ایران پول حماس رو میده و این عجیبه که این دولت هنوز دستور رسمی برای فریز کردن این 6 میلیارد دلار رو نداره. باید مطمئن باشیم که یک دلار هم دیگه به ایران نمیره. ما متوجه شدیم که سفر رئیس جمهور به اسرائیل که فردا صورت میگیره تعمدن اعلام نشده تا زمانی که آنتونی بلینکن از نتانیاهو ضمانت ارسال کمک‌های حقوق بشری به فلسطین رو دریافت کنه. آمریکا نباید برای حمایت از اسرائیل شرط و شروط بگذاره. دولت میدونست که کمک به فلسطین میتونه حماس رو تقویت کنه. با این وجود بایدن از زمانی که روی کار اومده بیشتر از 730 میلیون دلار پول از طریق آژانس امداد سازمان ملل به پناهندگان فلسطینی کمک کرده و دیروز ما فهمیدیم حماس این کمک‌ها رو از این گروه دزدیده. من قانون رو به مجلس معرفی میکنم که بر اساس اون تمام این کمک‌ها به فلسطین تا زمانی که ایران از سازمان ملل اخراج بشه و برای خطاهاش مورد تحقیق قرار بگیره متوقف بشه. باید از ورود اشخاصی که با حماس همدردی میکنن و از اونها پشتیبانی میکنن به کشورمون جلوگیری بشه و حمله وحشیانه حماس نباید بدون عقوبت و تنبیه بمونه. در این جلسه همکارم آرش علایی از مارشا بلکبرن پرسید آیا حمله حماس به اسرائیل و نقش جمهوری اسلامی در این حمله باعث میشه که دولت آمریکا به معترضان در داخل ایران برای رسیدن به اهدافشون کمک کنه. ما به گفتگو با ایرانیان ادامه میدیم و میشنویم که چطور جوانان در ایران خواهان تغییر رژیم و آزادی هستند. فکر می‌کنم وقتی قساوت حماس رو در حمله به اسرائیل می‌بینید، می‌دونید که چرا حماس از سال 1997 در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا بوده، از گروه‌های تحت حمایت ایران بوده و حالا می‌دونیم که ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهانه و جوانان ایران هم می‌خوان ببینن که اقدامی در این باره صورت می‌گیره. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، به نظر میاد ترجیبند نمایندگان، نه فقط هم نمایندگان و سناتورهای جمهوری خواهد، دموکرات هم این روزها ایرانه. بله، و اینکه دولت بایدن باید تحریم‌ها رو اعمال کنه، اون نامه‌ای که شما گفتید دوشنبه شب فرستاده شد، از 113 قانون‌گذار زیرش امضا کردن، اون 63 دموکرات رو زیر خودش داره. از دولت بایدن می‌خواهد تحریم‌ها رو شدیداً اعمال کنه بر علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های نفتی رو به خصوص. داستان این است که در کنگره آمریکا درست است که اشتهایی برای این کار وجود دارد، حداقل میآیند و میگویند به دولت بایدن، اما کارشناسان میگویند در صورت تحریم جمهوری اسلامی
و اینکه دولت بایدن بخواهد برود سراغ نفت جمهوری اسلامی، 3 میلیون بشکه نفت از بازار برچیده می شود و احتمال این دارد که قیمت نفت به 150 تا 200 دلار برسد در سالی که پرزیدنت بایدن می خواهد دوباره برای انتخابات کاخ سفید تلاش بکند. خیلی سخت است که یک دولت رو راضی کرد که بخواد همچی کاری بکنه. در کنفرانس خبری امروز چیزی که من میتونم به شما بگم این که خب قرار بود فقط خانم سناتور مارشال بلکبرن شرکت بکنن، بعد ما دیدیم گروه 9 نفره از تمام جمهوری خواهان ارشد از آقای لینزی گرام گرفته تا جان ثون که الان نفر دوم حزب هست و دیگر اعضای ارشد حزب، آقای کورنین اونجا بود از سناتورهای با سابقه، به نظر می اومد ایشون اعلام کرده این کنفرانس خبری و خیلی از جمهوری خواهان اومده بودن حمایت بکنن. و بعد هم بعد از صحبتهایی که خانم مارشال بلکبرن کرد و بعد هم تقریبا میشه گفت از پاسخ دادن مستقیم به سوال من خودداری کرد در مورد تغییر رژیم در ایران حاضر نشد صحبت بکنه. و بعد آقای لینزی گرام نماینده جمهوری خواه شروع کرد راجع به جمهوری اسلامی صحبت کردن، تهدیدات جمهوری اسلامی صحبت کردن و بعد هم گفتش که به رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد میکنه که گزینه حمله به جمهوری اسلامی رو روی میز بگذاره. به صحبت هایی که آقای لینزی گرام در این کنفرانس خبری انجام داد توجه کنید. حدوداً یک ساعت پیش با نماینده اسرائیل تلفنی صحبت کردم. اون میخواست به شما بگم که اونها نگران قدم بعدی ایران هستن. اینکه به ایران رشوه بدیم که نرمال رفتار کنه نتیجه ای نداره. اونها برنامه دارن که اسرائیل رو نابود کنن، اسلام رو تطهیر کنن و بعدش بیان سراغ ما. من باورشون میکنم وقتی میگن مرگ بر آمریکا. شوخی نمیکنن. باید ایران رو به انزوا کشون و تضعیف کرد و در نتیجه اون حماس رو تضعیف کرد. اما چرا حالا؟ ایران حماس رو در این حمله پشتیبانی کرده تا عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان رو متوقف کنه. بزرگترین کابوس آیت الله اینه که جهان عرب با اسرائیل برای بهتر کردن اوضاع در خاورمیانه همکاری کنه. اینها نازی‌های مذهبی هستن. نه تنها ما باید تمام پولی که بهشون میرسه رو متوقف کنیم، بلکه باید این گزینه رو در نظر بگیریم که اگر جبهه دیگری در این جنگ علیه اسرائیل توسط حزب الله باز بشه، جایی که 100 هزار راکت به سمت اسرائیل سرازی میکنه، اون وقت دیگه این یک جنگ دو طرفه نیست، یک جنگ سه جبهه‌ای خواهد بود. از دولت بایدن میخوام که صریح باشه، فقط به ایران نگو که این کارو نکن. دقیقاً بگو اگر حزب الله وارد جنگ بشه آمریکا چیکار میکنه. فرستادن ناوهای هواپیمابر اقدام خوبی بود، ما توان و ظرفیتش رو داریم، اما باید ارادش رو هم داشته باشیم. اگر حزب الله وارد این جنگ شد ما به دنبال شیطان بزرگ میریم. شیطان بزرگ آمریکا یا اسرائیل نیست، ایران است. آرش علایی همچنان از کنگره با ماست. آرش، به نظر میاد به خصوص سناتور لینزی گرام زبان بسیار تندی در مقابل جمهوری اسلامی داره این روزها. چقدر همحزبی های او در حزب جمهوری خواه همراه او هستند؟ ببین آقای لینزی گرام که خب شخصیت جنجالی هستن، ایشون مدت هاست در مورد جمهوری اسلامی را در از لفظ و کلامی استفاده میکنن که خیلی به نظر میاد صریح و تهدیدآمیز است. داستان اینجاست که برخی از مطبوعات میگن اینها فقط بازی سیاسی است و فقط آقای لینزی گرام یا جمهوری خواهان میخوان استفاده کنن از این موقعیت حمله کنن به دولت بایدن. مثلا در کتاب آقای باب وودوارد در مورد دونالد ترامپ که منتشر شده بود به اسم ریج، یادمون هست یه بخشش آقای باب وودوارد میگوید که اون موقعی که آقای ترامپ خواست حمله کنه و قاسم سلیمانی رو بکشه، بر اساس کتاب آقای وودوارد همین آقای لینزی گرام چند بار رفت به مارالاگو و ازش خواهش کرد این کار رو نکنه، گفت جنگ میشه تو کل منطقه. و بعد هم در این کنفرانس خبری به محض اینکه آقای لینزی گرام در مورد این داستان صحبت کرد کنفرانس خبری رو ترک کرد. خبرنگاران همه شوکه شده بودن، میخواستن سوال بپرسن در این مورد. بعد شروع کردن از خانم مارشال بلکبرن سوال پرسیدن، ایشون تفره رفت دوباره از جواب دادن. و بعد هم آقای جان تیون نفر دوم حزب وقتی از ایشون پرسیدن گفت آقای سناتور لینزی گرام داشت افکار خودش رو بیان میکرد، که به این معنی بود که حزب جمهوری خواه پشت سر حرفای ایشون نیست. بنابراین تحلیل من این است که به نظر میاد هنوز جمهوری خواهان پیدا نکردن موقعیت خودشون که دقیقاً چه استراتژی دارن بر علیه جمهوری اسلامی. صحبت های آقای لینزی گرام به نظر میاد فقط یکی دو تا سناتور است که فعلا ازش حمایت میکنند. باید منتظر بود و دید که جنگ چگونه پیشرفت میکنه و اون وقت شاید واقعا موضع جمهوری خواهان از این سفت‌تر بشه.
ممنونم از سوهر شلدهی خبرنگار ما در کنگره آمریکا. 10:50 به وقت محلی اینجا در اسرائیل بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از جنگ اسرائیل و حماس. تصاویر زنده داریم از کرانه باختری از رام الله در اعتراض به حمله کمی دقایق پیش به بیمارستانی در غزه. بیمارستان الاهلی عربی صورت گرفت و مقامات محلی در غزه مدعی هستند که 500 نفر کشته شده. ارتش اسرائیل میگه تحقیقات اولیه نشون میده که به نظر میاد راکت های خود حماس بوده. هنوز منابع مستقل تایید نکردن که دقیقاً به چه صورتی این حمله شکل گرفته، ولی همطور که میبینید در رام الله در این سمت اسرائیل در کرانه غربی تظاهراتی در جریان هست در اعتراض به کشته شدن 500 نفر، اونطوری که مقامات محلی در غزه میگن، در حمله به یک بیمارستان. همزمان با ادامه جنگ اسرائیل و حماس تحرکات دیپلماتیک آمریکا شدت گرفته. جو بایدن قراره روز چهارشنبه فردا به اسرائیل سفر کنه و بعد برای دیدار با برخی دیگر از رهبران منطقه از اینجا راهی اردن بشه. سفر بایدن سفرهای خاورمیانه آنتونی بلینکن بعد از اون صورت میگیره که طی این سفرها واشنگتن تلاش کرده مواضع کشورهای منطقه رو با خودش هماهنگ کنه. گزارشو ببینیم از محسن ایزدی. با ادامه جنگ اسرائیل و حماس در آسمان و احتمال حمله زمینی به غزه در هر زمان، تحرکات آمریکا، مهمترین شریک و حامی اسرائیل، هر لحظه شتاب بیشتری می‌گیرد. آخرین اقدام انجام شده در شورای امنیت سازمان ملل بود که طی آن قطعنامه روسیه در خصوص جنگ اسرائیل و حماس با مخالفت آمریکا و 3 کشور دیگر رأی نیاورد. و تازه ترین اقدام در پیش رو سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است که قرار است روز چهارشنبه انجام شود. به گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، بایدن در سفرش به اسرائیل پیگیر 5 هدف خواهد بود. تأکید دوباره آمریکا بر حق و وظیفه اسرائیل در دفاع از خودش، هشدار به دیگر بازیگران دولتی و غیر دولتی در منطقه مبنی بر عدم دخالت در این جنگ، پیشبرد همکاری ها در خصوص رهایی گروگان ها از دست حماس، آگاهی از اهداف و استراتژی جنگی اسرائیل، و دست آخر حصول اطمینان از به حد اقل رساندن آسیب به غیر نظامیان غزه و تسهیل شرایط برای رساندن کمک های مورد نیاز به آسیب دیدگان. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با استقبال از سفر بایدن به اسرائیل و اردن دقیقاً بر همین نکته انگشت گذاشت. دیدار پرزیدنت بایدن از اسرائیل و اردن و دیدارش با دیگر رهبران منطقه از جمله محمود عباس اقدامی مطلقاً ضروری است، زیرا ما هم از اسرائیل خواستیم که فعالیت‌های دفاعیش رو با احترام به قوانین بین‌المللی انجام بده، از جمله اینکه کریدوری برای ارسال کمک‌ها به غزه ایجاد بشه و از غیر نظامیان محافظت شود. اطمینان دارم که رئیس جمهور آمریکا حامل این پیغام خواهد بود. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که نیروهای اسرائیل کماکان در حال آماده سازی برای حمله زمینی به شمال غزه هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله‌های هوایی خود را به نوار غزه همچنان ادامه خواهد داد. بنابر گزارش ها در طول 24 ساعت گذشته 200 مکان در نوار غزه از سوی اسرائیل هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر به رغم ادامه حملات هوایی اسرائیل به غزه، حماس هم کماکان به حملات راکتی و موشکیش به تل آویو و دیگر شهرهای اسرائیل ادامه می دهد. پرسش اینجاست که آیا اسرائیل کماکان در پی حمله زمینی به غزه است؟ یا آنگونه که سخنگوی بین‌المللی ارتش اسرائیل گفته، مرحله بعدی عملیات نظامی این کشور علیه حماس ممکن است به شیوه دیگری پیگیری شود. محسن ایزدی، لندن. این یک خبر فوری است. یک خبر فوری داریم. لحظاتی پیش شبکه خبری MBC در گفتگو با یکی از مقامات حماس گزارش داد که این مقام حماسی گفته که در صورت پایان بمباران غزه گروه حماس تمامی
گروگان‌های اسرائیلی رو ظرف یک ساعت آزاد می‌کنه. این خبری هستش که NBC نیوز در آمریکا منتشر کرده در گفتگو با یکی از مقامات حماس که مدعی شده اگر اسرائیل بمباران غزه رو متوقف بکنه تمامی گروگان‌های اسرائیلی رو ظرف یک ساعت آزاد می‌کنه. علی خامنه ای در دومین سخنرانی عمومیش بعد از آغاز جنگ اسرائیل و حماس گفته ساکنان شهرک‌های اسرائیلی غیر نظامی نیستند، ولی حتی اگر غیر نظامی بودند هم به گفته او چه تعداد از اونها کشته شدند. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردند در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن؟ اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینایی که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هستن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشته شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم غاصب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه غیر نظامی که تو این ساختمان‌های غزه نظامی‌ها که ساکن نیستن، نظامی‌ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. منشه امیر کارشناس مسائل خاورمیانه اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. در مورد این حرفای خامنه‌ای میخوام ازتون بپرسم، اما اول بریم سراغ اون خبر فوریمون که NBC در گفتگو با یکی از مقامات حماس گفته که اونها حاضر هستن گروگان‌های اسرائیلی رو ظرف یک ساعت آزاد بکنن اگر اسرائیل بمباران غزه رو متوقف بکنه. برداشت شما چه است از این حرفا؟ برداشت من این است که ما الان در یک جنگ تبلیغاتی بسیار گسترده درگیر هستیم و حماس از یک سو میکوشه که با عملیات آدمکشی در داخل اسرائیل به خودش رو قوی نشون بده، از طرف دیگه خطاب به عقاید و دیدگاه‌های مردم جهانی سعی می‌کنه که یک چهره انسان دوستانه از خودش نشون بده. برای حماس مسئله گروگان‌ها بزرگترین اسید، بزرگترین جواهر، بزرگترین مطلب هست، ولی در این حال یک لقمه بسیار بزرگی است که قورت دادنش بسیار مشکله. اینها میخواهند که اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن که بمباران ها رو متوقف بکنه و در این حال خودشون رو انسان و دلرحیم و حاضر به گذشت معرفی بکنن. این به کلی به نظر من بی اساسه و بخشی از تبلیغات روانی حماس هستش. برسیم به حرفای خامنه ای که میگه کسانی که در شهرک‌های یهودی نشین هستن اصلا غیر نظامی نیستن، ولی به فرض اینکه غیر نظامی هم باشه اونو مقایسه کرده با تعداد غیر نظامیان فلسطینی. بله، اولا از نظر خامنه ای اسرائیلی‌ها انسان نیستن، حالا غیر نظامی یا نظامی. بعدم باید از خامنه ای پرسید که آقای عزیز، اگر که حماس میآید و در یک حمله غافلگیر کننده یک کنسرت توی جنگل رو هدف قرار میده و 260 اسرائیلی رو میکشه، اسرائیلی و غیر اسرائیلی، دختر و پسر، اسرائیل بره یک کنسرتی رو در غزه پیدا بکنه 260 رو بکشه، این عاقلانه است؟ به عکس، حتی تو غزه کنسرتی برگزار نمیشه. نمیشه. باید وقتی که کسی مورد تهاجم قرار گرفت واکنشش انقدر شدید باشه که مهاجم رو از ادامه نبرد باز داره. در واقع تمام تلاش اسرائیل که شماری از فلسطینی‌ها را متاسفانه در اون کشته میشن این است که ضربه به حماس آنقدر شدید باشه که پشیمون بشن و دیگه تضعیف بشن و دیگه دست به چنین کارهای جنایاتی نزنن. در واقع وقتی که اسرائیل به مردم غزه توصیه میکنه، میگوید که بروید و شهر رو خالی بکنید، برای جلوگیری یا کاهش تعداد کشته شدگان غیر نظامی هست و این رو اونها به اینطوری تفسیر و تعبیر میکنن که اسرائیل میخواهد مردم غزه رو اخراج بکنه. آقای امیر، الان روز 11 هستی که از شروع هم حملات گذشته، هنوز یورش زمینی صورت نگرفته، رئیس جمهوری آمریکا عازم اسرائیل هست، فردا میاد به اینجا،
فشارهای بین المللی همینطور داره بیشتر میشه. در جبهه شمال میبینیم که حزب الله همینطور راکت پرانیشو ادامه میده. چقدر به نظرتون ممکن استش که زیر همه این فشارها اصلا اسرائیل در یک موقعیتی قرار بگیره که نخواد یا نتونه به صورت زمینی وارد غزه بشه؟ نخواهد مطلقاً، نتواند ممکنه. ببینید هدفی که اسرائیل اعلام کرده و دولت نمیتونه ازش عقب نشینی بکنه این است که حماس رو از قدرت بیاندازه و قدرت نظامی و حکومتی رو از دستش در بیاره و اون موقع باید گشت دنبال رهبران دیگری که مدیریت غزه رو به عهده بگیرن، ولی نمیتونه عقب نشینی بکنه، نمیتونه این حمله رو انجام نده. بسیار حیاتی و مهمه که اسرائیل از طریق زمینی تمام تونل ها رو شناسایی بکنه، وارد بشه، نابودشون بکنه و غیره و غیره. این است که علی رغم فشار بین المللی اسرائیل حاضره که هر بهایی رو از نظر جهانی بپردازه، حتی اگر اون بها مخالفت با دولت ایالات متحده باشه. حتی اگر مخالفت با دولت ایالات متحده باشه. یکی دو تا از بلندپایگان سیاسی اسرائیل گفتن صریحاً که ما این کار رو انجام خواهیم داد، به خاطر اینکه این جنبه حیاتی داره برای اسرائیل. الان در 10 سال اخیر 8 بار حماس و اسرائیل با هم درگیر بودن، هر بار قدرت موشکی و تهاجمی حماس بیش و بیشتر شده. این سرماره که باید نابود بشه. در غیر این صورت اسرائیل عقب نشینی بکنه، 3 ماه دیگه 5 ماه دیگه حماس دوباره موشک پرانی ها رو ادامه خواهد داد. اسرائیل نمیتونه تحمل بکنه که هر چند ماه یک بار اقتصادش، جان مردمش، امنیتش به خطر بیفته. باید ریشه کن بکنه. این سیاست اعلام شده رسمی دولت اسرائیل. ممنونم از شما منش امیر، کارشناس خاورمیانه اینجا در اورشلیم. از ابتدای درگیری میان اسرائیل و حماس عده‌ای بارها به حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در میان اعضای حماس و حزب الله لبنان اشاره کردند. در ویدئویی که یکی از کانال‌های تلگرامی حماس منتشر کرده صدای گفتگوی فارسی شنیده میشه. این ویدئو مربوط به راکت پرانی‌ها از جنوب لبنان به سمت شهرک متولا در اسرائیل. مشاهدینا معكم مباشره من الحدود اللبنانيه الفلسطينيه وتحديدا بمحاذاة مستعمرة المطلي، حيث أطلق صاروخ على المستعمرة وتم استهداف دبابة حسب المعلومات الأولية. ويقوم جيش العدو الإسرائيلي برمي القذائف الفسفورية واستهداف تلة الحمامس أيضا. إن يتم رمي العديد من القذائف الفسفورية. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، من خودم صبح داشتم این کانال‌های تلگرامی حماس رو دنبال می‌کردم که این ویدیو رو دیدم و یهو برام جلب توجه کرد که هم اولش و هم در انتهاش به نظر میاد یک نفر ایرانی با لهجه کاملا فارسی ایرانی داره پای تلفن صحبت می‌کنه، حرف از برقراری خط ارتباطی می‌زنه. مطمئن نیستم اگر آدم نظامی بوده یا مثلا خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده. برداشت شما چی است از این فایل صوتی؟ سلام فردا جان و خسته نباشید به شما و هم. یه نکته وجود داره، اینه که این موضوع این نبوده که جمهوری اسلامی خودش بخواد یا همچین فیلمی بده. این خیلی مهمه، یعنی این که به شکل اتفاقی و تو کانال‌های حماس بوده. اگر توی فضایی بود که مثلا رسانه‌های جمهوری اسلامی می اومدن پخش می‌کردن، میشد اون رو شکل دیگه‌ای تحلیل کرد. اما این اگر خبرنگار بود حتما تا الان فیلمی از پشت صحنه فیلمبردارها می اومد، حداقل از صبح. اما قبلتر هم همچین فیلم های اومده بود، حتی داخل خود غزه، و بعد میگفتن نه شاید داره اشتباه شنیده میشه. اما این داره نشون میده که جمهوری اسلامی اتفاقا همون حرفایی که اول زد، یعنی مثل رحیم صفوی و اینها زد که گفتش که ما در صحنه حضور داریم، حمایت میکنیم، اینها اون قسمتش واقعیت داره. یعنی این نشان از اون میده، چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی نیروهای ببخشید چون تأخیر داره، فکر کنم با تأخیر صدای من میاد. اگر واقعا نیروهای ایرانی جمهوری اسلامی الان روی زمین باشند در جنوب لبنان و بالاخره در تبادل این آتشین احتمال وجود داره یکی از اونها زخمی کشته بشه، اگر این اسنادش منتشر بشه، خب این بازی با آتش است برای جمهوری اسلامی، اینطور نیست؟
جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که تو اینجور موارد بسیار موضوع رو بایکوت نگه داره. حتی یک خبرهای آمده بود که از اون حمله که در روزهای اول به اون 7 نفر شده بود، هم عراقی در اون وجود داشت هم ایرانی، اما جمهوری اسلامی موضوعش اینه که نمیگذاره این اخبار در بیاد. اما جمهوری اسلامی الان اتفاقا آقای برداد داره شروع میکنه یک زمزمه هایی که بخواهد مثلا حضور غیر مستقیم خودش رو بگه، اونجایی که امیر عبداللهیان داره میگه که اگر ما از غزه و مسائل حمایت نکنیم باید در تهران فسفر بخوریم، شبیه همون حرفای اوایل 2014 و 15 که در سوریه میگفتن اگر در سوریه نجنگیم باید مثلا در تهران بجنگیم. جمهوری اسلامی میدونه که هرچی که جنگ جلوتر میره دخالت اون اسناد اون غیر قابل کتمانتر میشه، از نوع سلاح، از نوع رفتار. جمهوری اسلامی تلاش میکنه از الان شروع بکنه بگه که مثلا یک حمایت غیر مستقیمی داره از بعضی از گروه ها. همین الان شما اگر بعضی از رسانه های غیر رسمی ولی نزدیک به جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، میبینیم که اونها حرف از رفتن به سوریه، حرف از مثلا جولان، فارس داره نیرو ضبط میکنه، ثبت نام میکنه اینها. این احتمالاً جمهوری اسلامی داره میبینه که شاید یک جنگ طولانی مدتی پیش بیاد، شاید اسرائیل انتقام بیاد سراغ جمهوری اسلامی، اونجاست که بخواد دوباره مثلا یک جبهه‌های جدیدی رو اگر جنگ فرسایشی بشه باز بکنه، اونجا به اسم گروه‌های مثلا همون سبک سوریه بگه مثلا گروه‌های مثل حزب الله، گروه‌های مثل نجبا وارد میشن، نیروهای ایرانی در ذیل اونها وارد بشن. اینی که جمهوری اسلامی حرفهایشون رو که کنار هم میذاریم، فارغ از این زد و نقیز ها، حتی حرفهای خامنه ای که اونجایی که میگه که مسلمانان صبر نمی کنن، داره این اعتراف رو میکنه که ما مستقیما وارد نمیشیم و اگر داره مثلا یک آینده ای و یک گزینه ای رو میده، احتمال داره که گروه های شبه نظامی دیگری وارد بشن که جمهوری اسلامی در داخل اونها به اسم مستشار و اسمهای دیگه وارد موضوع بشه. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از ایران اینترنشنال، از جنگ اسرائیل و حماس. دوباره تصاویر زنده داریم از تجمع گروهی از فلسطینیان در رام الله در کرانه غربی رود اردن در اعتراض به حمله ساعت پیش به بیمارستانی در غزه، بیمارستان الاهلی عربی. در دقایق گذشته خبر رسیده که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در اعتراض به این حمله به بیمارستان قرار هستش که دیدارش رو با رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن لغو کنه. قرار بود آقای بایدن در سفرش به منطقه با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس هم دیدار بکنه. همزمان تصاویر دیگری هم از بخشی از کرانه غربی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گروهی از معترضان فلسطینی خواهان برکناری محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی شدن. آقای عباس به خاطر این حمله به بیمارستان 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. وضعیت بسیار در منطقه متشنج است، همزمان با سفر فردای رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل. وزارت خارجه ترکیه در دیدار با همتای لبنانیش در بیروت گفته که به تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها از سوی حماس ادامه میده. هاکان فیدان گفته در حال حاضر مذاکره با حماس و منابعی هم تاکید کردند که او با اسماعیل هنیه، رهبر حماس، برای گفتگو در مورد این موضوع صحبت کرده. ما در خواهی از کشورهای مختلف دیگه در مورد آزادی اتباعشون دریافت کردیم. در نتیجه این درخواست با مذاکرات رو در این مورد بگیدی باشه سیاسی حماس آغاز کردیم. تلاش های ما به ویژه برای آزادی اتباع خارجی، غیر نظامی و کودکان و برای تنظیم صلح پایدار ادامه خواهیم داشت. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، با ما. آقای طالبی، مهره‌هایی که در این وضعیت دارن نقش بازی می‌کنن بسیار زیاد هستن. ترکیه هم یکی از مهم‌ترین‌های اونها است، به خصوص به خاطر میزبانی از بعضی از رهبران حماس. چطور می‌بینید نقشی رو که الان وزیر خارجه این کشور داره بازی می‌کنه، به خصوص در این دیدارش در لبنان؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. و ابتدا هم باید این رو بگم که جدای از اینکه من یک کارشناس هستم، یک انسان هستم و در این
شرایط اسفباری که خون و خونریزی منطقه رو گرفته و رادیکال ترین حکومت ها و جنبش ها و هر گروهی که هست در این منطقه داعیه حمایت از جامعه هدف خودش رو داره، واقعا باید خون گریز به این مسئله. متاسفانه در چنین شرایطی ترکیه علی‌رغم اینکه قبل از این حمله قرار بود آقای نتانیاهو در آنکارا و یا استانبول با آقای اردوغان دیدار بکنه و میدونی که بعد از 2002 اولین دیدارش آقای اردوغان با آقای نتانیاهو رو در ایالات متحده انجام داد و بعد از سفر آقای هرسوک هم به نوعی قرار شده بود که روابط ترکیه با حماس تعدیل بشه و دفتر سیاسی حماس در استانبول بسته بشه. ولی آنچه که مشخص است در چنین شرایطی که آقای فیدان مشخصا از نقش ترکیه به عنوان دولت ضامن در طرح صلحی که بین اسرائیل و فلسطین قرار هست صحبت کرده، ترکیه خودش دچار مشکلات داخلی است، هم در بحث انرژی نیاز انرژی زیادی به مسئله گاز اسرائیل و خط لوله‌ای که قرار هست از دریای سفید بگذره و به اروپا بره، هم از لحاظ داخلی یک دو قطبی شدید در ترکیه به وجود اومده، هم در مورد مسئله فلسطین، و هم از لحاظ سیاسی های اردوغان در تلاش بر این هست که به نوعی با نقش آفرینی در چنین مسئله، علی‌رغم اینکه شاید موفقیت چندانی در بحث اوکراین و روسیه به دست نیاورد، بتواند که حداقل یک آتش بس رو ایجاد بکنه. من فکر نمی‌کنم در چنین وضعیتی که حتی سفیر اسرائیل در آنکارا هم اعلام کرده بود که اصلا نیازی به نقش آفرینی ترکیه در چنین شرایطی نیست. آیا ترکیه به عنوان یک دولت ضامن در کنار حماس قرار خواهد گرفت در این شرایطی که بی‌اعتمادی بسیار شدیدی هم از طرف حماس و هم از طرف دولت اسرائیل به دولت آقای اردوغان وجود داره؟ مشخصا شاید این تلاش‌ها به نوعی فردا در جده و یا روزهای بعدی در قاهره به یک مرحله برسه که به آزادی گروگان‌هایی که دست حماس هست بیانجامد، ولی من فکر نمی‌کنم که با عدم تغییر در سیاست‌های رادیکال طرفین در بحث فلسطین و اسرائیل ما بتوانیم به یک نقش آفرینی گسترده کشورهای عربی و اسلامی مثل ترکیه برسیم. ممنونم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده که محاصره غزه توسط اسرائیل و دستور تخلیه‌اش از شمال این منطقه میتونه به منزله انتقال اجباری غیرنظامیان و نقض قوانین بین‌المللی باشه. راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در گفتگو با خبرنگاران در ژنو گفته به نظر میرسه اسرائیل هیچ تلاشی برای اطمینان از چگونگی انتقال و بقای این غیرنظامیان انجام نداده. We urge the Israeli forces to avoid targeting civilians. ما از نیروهای اسرائیلی می‌خواهیم از هدف قرار دادن غیرنظامیان و دارایی‌های آنها یا انجام بمباران منطقه، حملات بی‌رویه یا نامتناسب خودداری کنند. همچنین اقدامات احتیاطی رو برای جلوگیری و در هر صورت برای به حداقل رساندن این آسیب‌ها انجام بدن. کسانی که موفق شدن با دستور مقامات اسرائیلی منطقه را ترک کنند، حالا در جنوب نوار غزه با سرپناه کم، منابع غذایی که به سرعت در حال تمام شدن، دسترسی اندک یا بدون دسترسی به آب تمیز، بهداشت، دارو و یا سایر نیازهای اولیه به دام افتادند. تا الان حدود 400 هزار آوارگان داخلی در مکانهای مختلف پناه گرفتند که بعضیشون در ساختمانهای امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هستند. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، در این روزها از نهادهای مختلف حقوق بشری زیاد شنیدیم که چقدر نگران این هستند که چقدر غیر نظامیان دارن تلفات میدن در این جنگ بین حماس و اسرائیل، و دو اینکه ممکنه طرفین دست به اقداماتی بزنن که ممکن از نظر قوانین بین المللی شامل جنایت جنگی باشه. فراد، دقیقا همینطوره و از کنفرانس خبری سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر میشه برداشت کرد که این شورا حداقل در دو مورد فکر میکنه که اسرائیل قوانین بین الملل را نقض کرده و خواستار تحقیقات در این مورد شده. مورد اولی محاصره غزه و همچنین تخلیه اجباری ساکنان غزه مخصوصا از شمال به جنوب هست که خانم شمدستانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر میگه که
در واقع تحت قوانین بین الملل اسرائیل موظف هست تا این انتقال رو به صورت امن انجام بده و جون غیر نظامیان رو به خطر نندازه. و در موردی هم اشاره میکنه که زمانی که این کلن این تخلیه رو گفته که انجام بده مردم غزه، وقتی اسرائیل این دستور رو داده، وقتی مردم در حرکت بودن از سمت شمال به جنوب، بعضی از این مردم مورد حمله قرار گرفتن که کمیساریای عالی حقوق بشر میخواد که در این مورد تحقیقات انجام بده و گفته که تحقیقات در این مورد ضروری هست تا ببینن واقعا چنین حملاتی صورت گرفته، که البته گزارش هایی وجود داره ولی گزارش ها هنوز تایید نشدن و به همین دلیل هست که کمیساریای عالی حقوق بشر میخواد که خودش تحقیقات مستقلی رو انجام بده. در مورد دوم، حمله به مراکز پزشکی و پرسنل پزشکی هستش که کمیساریای عالی حقوق بشر میگه که در 10 روز گذشته، که اگه ما امروز رو حساب نکنیم، فرداد با این خبر فوری که داشتیم در مورد حمله به بیمارستان که هنوز مشخص نشده که کی مسئولش بوده، در 10 روز گذشته چندین بیمارستان مورد اصابت حملات هوایی روسیه ببخشید اسرائیل قرار گرفتند و همچنین پرسنل پزشکی کشته شدند و این قوانین بین الملل رو نقض کرده و در این مورد هم کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته که تحقیقاتی صورت بگیره. خانم شمدسانی در کنفرانس خبری خودش گفته در 10 روز گذشته 4200 نفر در غزه کشته شدند، بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند، 11 خبرنگار فلسطینی جان خودشون را از دست دادند، 14 کارمند سازمان ملل کشته شدند و همچنین 28 پرسنل پزشکی جون خودشون را از دست دادند. مردم غزه به آب، غذا، سوخت نیاز دارند. کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در مرزهای مصر و غزه منتظر هستند تا اجازه ورود به غزه را بگیرند و همچنین در دیگر مناطق حتی در خود اسرائیل کشورها کمک کردند که این کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه برسه، ولی با وجود مذاکراتی که میان کشورهای مختلف و مقام‌های سازمان ملل و همچنین اعضای شورای امنیت با اسرائیل جریان داره، هنوز کشورهای جهانی موفق نشدن تا اسرائیل رو قانع بکنند که برای مدت کوتاهی آتش بس اعلام بکنه تا این کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل و دیگر کشورها وارد غزه بشه. و این موضوعی هست که مورد نگرانی خود ایالات متحده آمریکا هم قرار داره و شاید یکی از موضوعات مورد بحث رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو هم باشه. ولی در هر صورت سازمان ملل دقایقی قبل اعلام کرده که این کاروان‌ها آماده هستند تا هر لحظه‌ای که اسرائیل قول بده که این مناطق رو بمبارد نمی‌کنه، این کمک‌های انسانی وارد غزه بشن. و قبلا هم باید بگم که دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل خواسته بود که قوانین بین‌الملل رو در نظر داشته باشه در مورد حملاتش به نوار غزه. فرداد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما در نیویورک. خب تصاویر زنده داریم از رام الله. دوباره همونطور که بهتون گفته بودم، فلسطینیان زیادی در این منطقه در اعتراض به کشته شدن تعداد قابل توجهی از کسانی که در یک بیمارستان، در بیمارستان الاهلی عربی در غزه بودن، دست به تظاهرات زدن. در بخش دیگری از کرانه غربی هم فلسطینیان خواهان برکناری محمود عباس شدن. آقای عباس 3 روز عزای عمومی اعلام کرده و گفته که دیدارش رو با رئیس جمهوری آمریکا که فردا عازم اسرائیل خواهد شد لغو میکنه. تصاویر زنده رو دارید میبینید. گزارش حاکی از این هستش که این اعتراضات به خشونت کشیده شده. میبینید که گاز اشکاور پرتاب میشه در بین جمعیت. مطمئن نیستم که نیروهای تشکیلات خودگردان هستن یا ارتش اسرائیل، که هر دو در اونجا قلمرو قضایی به اشکال مختلف دارن. تصاویر رو دارید میبینید زنده. اشکان صفحه کنار من نشسته. این ماشین تشکیلات خودگردان یا ارتش اسرائیل؟ به نظر من ماشین تشکیلات خودگردان باشه. اون ماشین در رام الله معمولا ارتش اسرائیل وارد نمیشه، به جز در موارد بسیار در واقع خیلی
کمی که میره برای دستگیر کردن افراد. اما همین الان خب در واقع تلویزیون اسرائیل گفت که 3 واحد پلیس مرزی اسرائیل آماده هستن، آماده باش بهشون داده شده در کرانه باختری برای جلوگیری از احتمال در واقع سرریز کردن خشونت از کرانه باختری به اسرائیل. همین حرف سرریز کردن خشونت زدی، تصاویری در شبکه اجتماعی داره منتشر میشه از عمان، پایتخت اردن، که تعداد زیادی از اردنی‌ها و به گمانم احتمالاً بعضی از فلسطینیان ساکن اونجا روبروی سفارت اسرائیل تجمع کردن. به نظر میاد اونجا هم وضعیت به خشونت کشیده خواهد شد. همین الان هم اونجا گاز اشکاور زدن. خالد مشعل هم رهبر سابق حماس دعوت کرده از مردم در نقاط مختلف که برن جلوی سفارت‌های اسرائیل. یک کابوس دیپلماتیک هم داره تبدیل میشه. بله خب در عمان فقط تجمع نبوده، گاز اشکاور زدن برای اینکه شماری از افراد تلاش کردن به سفارت اسرائیل حمله بکنن. بعد گفت که دقایقی پیش از اون در واقع شورای امنیت ملی اسرائیل هم سطح هشدار رو برای شهروندان اسرائیل در بسیاری از کشورهای جهان بالا برد. در ترکیه به ویژه سطح هشدار به 4 رسیده و از تمام شهروندان اسرائیل خواسته شده فوراً در واقع ترکیه رو ترک بکنن. این اتفاقی که افتاده من داشتم میدم به موضوع دیپلماتیک اشاره کردی. الان سازمان بهداشت جهانی محکوم کرده حمله به بیمارستان رو، به در واقع اتحادیه عرب اون رو محکوم کرده، اتحادیه اروپا اون رو محکوم کرده. البته اینها من نمی‌بینم به جز اتحادیه عرب کسی در واقع به صورت مشخص اسرائیل رو گفته باشه که مسئول این موضوع بوده، اونها فقط محکوم کردن. در میان کشورهای مختلف من می‌دیدم، حالا در بین کشورهایی که دست کم با اسرائیل رابطه دارن، مصر رو دیدم که اون مشخصا اسرائیل رو متهم کرده که عامل این حمله بوده و در واقع این حمله رو محکوم کرده. این خشونت‌ها و واکنش‌هایی که در نقاط مختلف داریم می‌بینیم برنامه سفر رئیس جمهوری آمریکا رو بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد. امید داشت که با محمود عباس هم دیدار بکنه که حالا خود آقای عباس گفته به خاطر همین حمله به بیمارستان رو لغو کرده. بله بله، این در واقع همه چیز رو تغییر داده. محمود عباس در واقع لغو کرد دیدارش رو، علارغم اینکه لغو کرد همچنان در این تظاهراتی که داره در رام الله انجام میشه و تصاویرش رو می‌دیدیم در واقع علیه او داره شعار داده میشه. کسانی که در اونجا هستن خواهان برکنار شدن محمود عباس هستن. محمود عباس کم در واقع معترض نداشته در میان فلسطینیان، از همه طرف هم معترض داشته در واقع، هم از کسانی که مخالف هر گونه رابطه‌ای با اسرائیل هستن، طرفداران حماس، جهاد اسلامی و گروه‌های دیگه حتی درون خود فتح، و هم باید گفت که در واقع از اون طرف، از طرف برخی از افراد صاف یا فتح که طرفدار در واقع رابطه بهتر با اسرائیل بودن، هم او در واقع مورد اعتراض اونها هم بوده در میاد در این سالها، و هم در مورد این که در واقع نزدیک به 2 دهه هست که در واقع انتخاباتی در میان فلسطینیان برگزار نشده، از میان طرفداران دموکراسی هم در واقع اون معترضانی داشته، و حالا به این اتفاقی که الان افتاده و هنوز باید گفت که هنوز مشخص نیست که چه کسی عاملش بوده. تصاویر رو من دیدم که در طول 1 ساعت گذشته در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، مبنی بر اینکه یک در واقع راکت فلسطینی هست که برمیگرده درون نوار غزه به زمین می‌خوره. در حداقل یکی از این تصاویر رو من میتونم تایید کنم که مال الان نیست، مال در واقع نبرد چند ماه پیش است بین اسرائیل و جهاد اسلامی، که در اونجا یکی از راکت‌های جهاد اسلامی برگشت و در اون نوار غزه به زمین خورد و باعث کشته شدن اعضای یک خانواده شد. بقیه تصاویری که منتشر شده هنوز مشخص نیست که مال امروز هست، مال امشب هست، یا تصاویر قدیمی هست. تصاویر رام الله رو همچنان زنده داریم می‌بینیم. فارغ از اینکه چه کسی پشت حمله به این بیمارستان بوده باشه، می‌دونیم که این درسته که نوار غزه با کرانه باختری خیلی شرایطش متفاوته، ولی اینجا هم بالاخره باروتی که یک جرقه می‌تونه منفجرش بکنه دوباره چیزی شبیه به انتفاضه صورت بگیره. چقدر این نگرانی الان جدی است برای اسرائیل که وضعیت در کرانه غربی هم ممکنه بحرانی بشه؟ این نگرانی همیشه وجود داره که کرانه غربی بتونه در واقع به یک نقطه جدیدی از درگیری‌ها مبدل بشه. اما شرایطی مانند انتفاضه، حالا چه انتفاضه اول و چه انتفاضه دوم،
امروز کمتر هست. دلیل یکی از دلایل اصلیش هم شرایط بین المللی شاید باشه. فلسطینی ها دیگر صدام حسین رو ندارن که ازشون حمایت بکنه. یکی از دلایلی که حالا به گفته کارشناسان باعث شد که حتی انتفاضه دوم در واقع در سال 2005 تمام بشه این بود که در عراق دیگر صدام حسینی وجود نداشت و البته دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی دیگه هم بود، اما احتمال اینکه خشونت‌های شدیدی دست کم برای یک مدتی، حالا چند روز یا چند هفته، در کرانه باختری و حتی شاید در برخی از شهرهای اسرائیل رخ بده وجود داره و حتی در کشورهای دیگر هم همونطوری که گفتیم علیه اسرائیلی ها، علیه سفارت های اسرائیل و حتی علیه جوامع یهودی در برخی کشورها احتمال در واقع سرریز کردن این درگیری ها به تمام جهان حتی میشه گفت، حداقل کشورهای اروپایی و آمریکایی و برخی کشورهای اسلامی که اسرائیل با اونها رابطه داره وجود داره. در یک دوره اگر خیلی کوتاه بگی، اگر این تنش ها بیشتر بشه در کرانه باختری، چقدر این ریسک وجود داره که این جمعیت بتونن بیان به سمت غرب اورشلیم؟ ریسکش کم هست که از کرانه باختری بتونن بیان، اما خب در خود اورشلیم، در شرق اورشلیم، ما صدها هزار فلسطینی داریم که در اینجا زندگی میکنن و اگر اونها بخوان در واقع به پاخیزن و در واقع مشکلاتی رو ایجاد کنن، درگیر بشن، اونها به راحتی میتونن که در از 2-3 دقیقه به شرق، به غرب اورشلیم هم بیان. یک چیز که مشخصه اینه که شرایط بسیار متشنج نه فقط اینجا بلکه در کل منطقه. ممنونم از اشکان صفایی همکارم اینجا در اورشلیم با ما. آرامارا میرسیم به پایان این بخش برنامه 24. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از رام الله به پایان ببریم که تظاهرات فلسطینیان به خشونت کشیده شده در اونجا.